نکته آخر آیه 30 هستش که میخوام بهش توجه کنیم. میگه روح القدس را که بدان برای روز رهایی مهر شده اید غمگین مسازید. میدونید خدا غمگین میشه؟ میدونید خدا گریه میکنه؟ عیسی مسیح گریه کرد، هم برای ایلازر، هم زمانی که در اورشلیم داشت وارد میشد. عیسی مسیح خدا بود. میدونید خداوند درونش دلش میشکنه. کی خدا دلش میشکنه به نظر شما؟ کی روح محزون میشه؟ کی خدا واقعا غمگین میشه؟ زمانی که به جای حقیقت گویی ما دروغ میگیم، اون لحظه خدا محزون میشه. زمانی که ما به جای بخشش و به جای رأفت و فیض خشم داریم و اون خشممون تبدیل به گناه میشه و به شیطان اجازه دادیم وارد بشه، خدا محزون میشه. زمانی که ما دزدی میکنیم خدا محزون میشه. و زمانی که حرفای زشت داره بیرون میاد از دهان ما، خدا محزون میشه. زمانی که ما انسانیت کهنمون رو با انسانیت جدیدمون عوض نکنیم، خدا محزون میشه. روحی که برای ما همه کار کرده، ما رو مهر کرده، اینجا میگه، یعنی ما رو مهر کرده، یعنی اطمینان نجات برای رهایی تا ابد. و کسی که این کار برای ما کرده، ما چقدر راحت محزونش میکنیم با کارامون. و چقدر این طبیعت کهنه ما هنوز سلطه داره بر ذهن ما، و ذهن ما به جای اینکه نو بشه در افکار فاسد خودش داره کارهایی میکنه که خدا رو محزون کنه. هفته دیگه که نه دفعه دیگه که راجع به این قضایا صحبت کنیم، خواهیم دید با هم که شایسته نیست که فرزندان خدا این چنین باشن. شایسته نیست. چیزهای دیگه هم راجبش خواهیم صحبت کنیم، ولی وقت نیست. با این تموم کنیم که آیا ما واقعا دوست داریم که امروز اراده‌ای که در ما گذاشته شده، خواسته‌ای که داریم رو تبدیل کنیم، فعال کنیم و به اطاعت تبدیلش کنیم، یا نه هنوز همینجوری دوست داریم زندگی کنیم و خدا رو محسوم کنیم؟ باید ما از یک جا شروع کنیم به خواستن. خدا کارش انجام داده، ما باید بخوایم شروع کنیم به اطاعت. هممون، یک جا دروغه، یک جا دزدی، هر جا که هست، یک جا خشمه، باید شروع کنیم بگیم نه و بگیم آره به اون خصوصیاتی که در انسانیت جدید ماست. و این کار ماست. ما باید عمل کنیم، ما باید بخوایم، اراده کنیم، و باید این کارا در ما دیده بشه. با هم دعا کنیم.